نبض بازارهای مالی. برنامه از دکتر خشایار شجاعتی. دوستان عزیز و تماشایان اندیشمند، سلام و وقت شما خوش. امروز سه شنبه 24 فوریه سال 2015 میلادی است. مطابق معمول سه شنبه شبها و در این ساعت به برنامه نبض بازارهای مالی نگاه میکنید، برنامه ای که هر هفته با ذهنی خبری، زبانی آموزشی و ضمیری تحلیلی تهیه و تنظیم میشه و مطالب آن از همین رو محض اطلاع هست و برای اطلاع محض. برنامه امشب را هم به سبک و سیاق همیشه با پرسه‌ای در اخبار شروع می‌کنیم. در بخش دوم برنامه‌مون، بخش سود و سرمایه، مطلبی داریم به اسم ایران در آستانه، چون مذاکراتی که در جریان هست ایران را در آستانه تحولات مهمی قرار داده. وضعیت کنونی ایران را بررسی می‌کنیم که چه هستیم، کجا هستیم، اوضاع کار چطوره، تورم چطوره، بازار سهام چه خبر است، چه اتفاقاتی داره می‌افته و بعداً چه احتمالاتی سر راه وجود داره، به اونها خواهیم پرداخت. و اگر فرصتی دست داد در بخش پایانی برنامه کلام آخر که برنامه رو باش تموم میکنیم، راجع به پورتفولیوهای مختلف نبض بازارهای مالی باهاتون صحبت خواهیم کرد. با این طول و تفصیل میریم سراغ بخش اول برنامه امشب. در بخش اول برنامه امشب هستیم، بخش پرسه‌ای در اخبار. همینطور که در جریان هستید، مدتی است و تا هنوز یونان در مرکز خبرهاست به خاطر اهمیتی که داره برای اقتصاد اروپا، برای پول واحد اروپا، یورو. و البته یونان از نظر اقتصادی وزنه مهمی نیست، یعنی کشور کوچکی است، اقتصاد خیلی نحیف و کوچکی داره. از این زاویه یونان کشور مهمی نیست واقعا. قبلا فکر کنم در یکی از این برنامه‌ها اشاره کردم، انقدر که دارن سر بدهی‌های یونان صحبت می‌کنن، یونان 160 میلیارد دلار بدهی داره ولی یک کمپانی آمریکایی، کمپانی جی ای جنرال الکتریک، به تنهایی 165 میلیارد دلار بدهی داره. یعنی بدهی یه دونه کمپانی آمریکایی از کل بدهی کشور یونان بیشتر است و این نشون میده که اقتصاد یونان در واقع اقتصاد عجیب و غریبی نیست که به خاطر اون اقتصاد اینقدر راجع بهش صحبت بشه و در مرکز خبرها باشه. منتهای مراتب گرچه از نظر اقتصادی و جغرافیایی و چیزهای دیگه کشور کوچکی هست، منتهای مراتب از نظر استراتژیک یونان مکان بسیار مهمی را اشغال کرده. منظورم از نظر استراتژیک این است که یک آدم ضعیف، یک کشور ضعیف، یک گروه ضعیف، بعضی وقتا اگر در یک نقطه استراتژیک قرار بگیرن میتونن بیشتر از وزن خودشون اعمال نفوذ کنن و کاراشون از پیش ببرن. مثال بخوام براتون بزنم، فرض کنید که یه گروه گنده‌ای اسلحه‌های فراوون هم داشته باشن، با مثلا دو سه نفر در بیفتن، ولی این گروه که اسلحه خیلی زیادی داره پایین تپه باشه، اون دو سه نفر بالای تپه باشن، با اینکه تعدادشون دو سه تا بیشتر نیست، اسلحهشون هم ممکنه یه دهم پایینی ها نباشه، ولی چون جای مهمی اون بالا واسدن و میتونن کنترل کنن، مکان سوق‌الجیشی و استراتژیکی که دارن خیلی مهم هست، خواستهاشون رو خیلی بیشتر و بهتر میتونن از پیش ببرن. یا قبلا براتون مثال زدیم، مثلا سوئیس از نظر جغرافیایی
یه نقطه خیلی خیلی مهم و استراتژیکی رو اشغال کرده، به حدی که اگر کشوری سوئیس رو بگیره میتونه تقریبا تمام اروپا رو بگیره. رو همین اساس بود که در قرارداد وین در 1815 کشورهای اروپایی با هم توافق کردن که هیچ وقت هیچ کشوری سراغ اشغال سوئیس نره، و اینقدر این مسئله مهم بود که حتی هیتلر که به هیچ قانونی پابند نبود اونم این داستان رو رعایت کرد و به سوئیس حمله نکرد. یونان به خاطر وضعیت سیاسیش که اگر شکست بخوره، دولتی که اومده با وعده‌های مهمی که داده که سیاست ریاضت اقتصادی رو دنبال نخواهد کرد، تسلیم خواست‌های آلمان نخواهد شد و همین برنامه‌ها و کارهایی که در چند سال گذشته مردم یونان رو به خاک سیاه نشونده دنبال نخواهد کرد، اگر شکست بخوره متاسفانه زمینه برای احزاب فاشیستی در یونان فراهم میشه. یونان تنها کشوری است که گروه‌های غیر فاشیست، گروه‌های لیبرال و چپ تونستن قدرت بگیرن بیان سر کار، ولی متاسفانه تو بقیه کشورهای اروپایی می‌بینیم که احزاب فاشیستی و دست راستی در دل بحران‌ها، تلاطم‌ها و گرفتاری‌ها و نگرانی‌هایی که ایجاد شده روز به روز دارن زور بیشتری پیدا می‌کنن. از نظر اقتصادی هم طوری هست که اگر بمونه، یعنی توی پول اتحادیه اروپا و پول واحد اروپا یورو بمونه، یورو میتونه سرپاش بیسته و از بین نره، ولی اگر یونان بره بیرون و یورو رو کنار بذاره به پول سابق خودش برگرده، مثل دقیقاً این حلقه های دامینو که میگن، مهره های دامینو، یکی بعد از دیگری اسپانیا، پرتغال، ایرلند و و و شروع میکنن سقوط کردن و کلک یورو کنده خواهد شد. این که آیا دولتمداران کنونی یونان به مکان استراتژیک خودشون و قدرتی که دارن واقف هستند یا نه مسئله دیگری است. بالاخره بعد از کشمکش‌های زیاد که یک بار وسط دعوا هفته پیش گویا می‌خواستن سرشون هم کلاه بذارن، به این ترتیب که دولت کنونی یونان یه سری خواست داشته، این خواست‌ها رو می‌نویسن، ظاهراً طرفین هم قبول می‌کنن و بعد وارد جلسه میشن که اون قرارداد امضا کنن. تو فاصله ای که بوده گویا میرن متن قرارداد رو عوض میکنن، همون چیزهایی رو میخوان که آلمان و مثلا بانک مرکزی اروپا میخواد و میچپونن، اینطوری که آقای ماکویتی نوشته بود. ماکویتی که از کسانی است که البته به خوبی متایبی نیست که سر مسائل مالی مینویسه، ولی به هر حال اطلاعات اون شکلی داره، این مطلب رو ایشون نوشته بودن که مطالب رو عوض میکنن به امید اینکه یونانی ها اینو نمیخونند، ولی وزیر دارایی باهوش یونان حالا یا شستش خبردار میشه یا شانس میاره یا به خاطر دقت خودش میخونه، متوجه میشه که دارن سرشو کلاه میذارن و همون چیزایی که مخالفش بوده رو گذاشتن جلوش امضا کنه، که امضا نمیکنه که اون بار اول قرارداد به هم خورد. ولی به هر حال حالا بعد از گفتگوهایی که شده فعلا اعلام شده که برای 4 ماه قرار شده اون کمکهایی که به یونان میشده ادامه پیدا کنه و تو این فاصله دولت یونان اعلام بکنه که چه نوع رفرم‌ها و اقداماتی رو میخواد پیشه کنه که باب طبع بقیه هم توی کشورهای اروپایی حوزه پولی یورو باشه. سر این مسئله الان یه بگومگوی پیدا شده که من چون هنوز دقیقاً متن کامل رو ندیدم نمیدونم حق با کیست. یکی از مقامات دولت یونان، دولت کنونی یونان، امروز اعلام کرده و گویا مثل که استعفا کرد سر این داستان، گفته ما رفتیم قراردادی را امضا کردیم و قبول کردیم که خلاف وعده‌های انتخاباتی است که به مردم دادیم، ولی دولت یونان گفته هم چیزی نیست و اشتباه کرده. حالا باید ببینیم چی شده. اگر حرفی باشه که اون طرف زده که میگه اینا زیر حرفاشون زدن، متاسفانه جای تأسف هست، چون با سرخوردگی و یأسی که در مردم پیدا خواهد شد اوضاع به طرف فاشیست پیش خواهد رفت توی یونان، و اگر نظر ایشون درست نباشه و همچین قراردادی رو امضا نکرده باشن، خب جای خوشحالی است تا ببینیم که چه پیش خواهد اومد. در مورد دلار آمریکا، آمریکایی‌های ضرب المثلی دارن، میگن موقع چیزی رو آرزو می‌کنی مواظب باش چی آرزو می‌کنی، چون یه وقت ممکنه بدشانسی بیاری آرزوت برآورده بشه. حالا یه همچین قصه سر دلار آمریکاست. دلار آمریکا که از سال 2000-2001 در واقع عمدتاً به طرف سرازیری افتاده بود و دائم و یک نفس داشت بی‌ارزش‌تر و بی‌ارزش‌تر و بی‌ارزش‌تر می‌شد، خیلی‌ها از این وضعیت نگران بودن و دلخور بودن و دلشون می‌خواست که این وضعیت متوقف بشه و دلار آمریکا دو دفعه قدرت خرید خودش رو پیدا کنه و بنیه اقتصادیش و وزنی که توی بازارهای ارز داره بهتر و مرتب‌تر بشه. حالا که همچین وضعیتی شده، همین دلار قوی داره بلای اقتصاد
آمریکا میشه و ایجاد انقباض اقتصادی یا دیفلیشن میکنه. دلیلش هم این است که هر کشوری که پولش خیلی قوی بشه طبیعتاً صادراتش گرون میشه و صادراتش ضربه میخونه و توی بازارهای صادراتی به بقیه کشورها میبازه. و از جمله مثلا نگاه میکنیم میبینیم قیمت کالاهای وارداتی در آمریکا در عرض یک سال گذشته 8% کاهش پیدا کرده. فقط در یه ماه قیمت این کالاهای وارداتی 2.8% اومده پایین و خود این هم یکی از مسائلی است که داره به داستان دیفلیشن یا انقباض اقتصادی توی آمریکا ضربه میزنه. جای دیگری که ایجاد نگرانی داره میکنه عقب افتادن وام هاست، چه وام های مربوط به اتومبیل چه وام های دانشجویی. گزارشی منتشر شده از طرف فدرال رزرو آمریکا شعبه نیویورک که داره نشون میده پولایی را که مردم بابت خرید اتومبیل قرض کرده بودن، اگر 90 روز کسی یه وامی بگیره و 90 روز عقب بیفته، حالا چه مورگیج خونه باشه 90 روز عقب بیفته، چه وام دانشجویی باشه، چه هر چیزی دیگری باشه، زنگ خطر به صدا در میاد که طرف ممکنه نتونه پول بده و دیفالت کنه روی بدهی که داشته. گزارشی که فدرال رزرو آمریکا شعبه نیویورک داده بیرون نشون میده که در کوارتر سوم سال 2014 وام های اتومبیل 3.1% بیشتر از 90 روز عقب افتاده بودن، پرداخت نشدن. به کوارتر چهارم که میرسیم این درصد بیشتر میشه، یعنی 3.5% از این وام ها بیشتر از 90 روز عقب افتاده بودن و پرداخت نشده بودن. تو وام های دانشجویی student loan وضع از اینم بدتره، به طوری که در کوارتر سوم سه ماهه سوم سال 2014 تعداد وام های دانشجویی، یعنی درصد وام های دانشجویی که بیشتر از 90 روز عقب افتاده بوده و پرداخت نشده بوده 11.1% بوده، به کوارتر چهارم یا کوارتر آخر سال که میرسیم درصد این وام های دانشجویی که این مقدار عقب افتادن و پرداخت نشدن به 11.3% میرسه. با این همه هر وقت که هر asset و دارایی، حالا چه ارز باشه چه استاک باشه چه باند باشه چه فاند باشه، مهم نیست چی هست، اگر در فاصله کوتاهی رشدش خیلی سریع باشه حتما حتی اگر شده برای دوران کوتاه شروع میکنه پایین رفتن. افزایشی که دلار آمریکا تو چند ماه گذشته پیدا کرده خیلی خیلی شدید بوده. معمولا نوسانات بازار ارز یا کرنسی خیلی خیلی کمه، 0.1%، 0.01%، تو این حد و حدوده، ولی یه دفعه 9%، 10%، 12%، اگه یه ارزی قوی یا ضعیف بشه خیلی خیلی زیاده. و این وضعیتی است که در تقویت دلار آمریکا مخصوصا از ماه جون به این طرف ایجاد شده و به همین دلیل چون در فاصله کوتاهی دلار آمریکا به شدت قوی شده، این احتمال کاملا وجود داره که در کوتاه مدت، حالا ممکنه طولانی تر هم بشه ولی حداقل در کوتاه مدت، دلار آمریکا شروع میکنه پایین رفتن و در مقابلش مخصوصا با خبری که راجع به یونان منتشر شده در کوتاه مدت یورو شروع میکنه بالا رفتن به نظر من. و در ضمن این دلار قوی دردسر دیگری هم که درست میکنه به خاطر دامن زدن بی دیفلیشن، دست و پای مقامات بانک مرکزی آمریکا رو میبنده تا برخلاف وعده‌ای که داده بودن که امسال حتما اینترست ریت رو بالا میبرن، شاید جلوشون رو بگیره و نتونن اینترست ریت رو بالا ببرن. کما اینکه صحبت‌های خانم جنت یلن که امروز در کنگره گزارش میدادم یه همچین بویی ازش میومد که یه جورایی در واقع کوتاه اومده بود و گفته بود حالا ما به آمار ماه به ماه نگاه میکنیم ببینیم اوضاع چطوری پیش میره، و در واقع تازه اونهایی که خیلی امیدوار شدن دیگه امیدوار نیستن که تو ماه جون بهره یا اینترست ریت تو آمریکا بالا بره، گفتن دیگه زودی زودیش ممکنه عقب بیفته تا اکتبر اگه بخوان این کارو بکنن. رو همین اساس بعد از انتشار این خبر دیدیم که بازار سهام شروع کرد به شدت امروز بالا رفتن. و بالاخره آخرین خبر امروز این که دولت روسیه اومده 91 مؤسسه اعتباری کردیت اینستیتوشنی رو که توی روسیه وجود دارن از طریق شبکه‌های ارتباطی به بانک مرکزی روسیه وصل کرده که اینها بتونن با هم در تماس باشن و در واقع یک در داخل روسیه شبیه همون سویفت که برای حل و فصل مبادلات بانکی در سطح جهانی هست برای خودشون درست کردن که اگر یه وقت کشورهای غربی تصمیم بگیرن روسیه رو از سویفت بیرون کنن و محرومش کنن از امکانات سویفت، دست و پاش کاملا بسته نباشه و خودشون بتونن امورات خودشون رو تا حدودی از این طریق
رتق و فتق کنه. مثل همیشه یادآوری میکنیم که برنامه‌های تلویزیونی نبض بازارهای مالی هر سه شنبه شب ساعت 8:30 شب به وقت لس آنجلس از این کانال به طور زنده پخش میشه. همین برنامه روزهای یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر از همین کانال تکرار خواهد شد. از کانال‌های دیگری هم ما سعی می‌کنیم این برنامه را در اختیار علاقمندان خودش قرار بدیم، از جمله ضمن همکاری که با مؤسسه ایرانیان فینانشال تایمز می‌کنیم. این مؤسسه تمامی برنامه‌های تلویزیونی ما را هم رو سایتشون می‌ذارن، هم رو فیسبوکشون می‌ذارن، هم از طریق اونها روی شبکه جهانی یوتیوب هم قرار می‌گیره. گذشته از اینها مؤسسه ایرانیان فینانشال تایمز، همینطور که در جریان هستید و تو این برنامه چند بار بهش اشاره کردیم، یه رادیو دارند که هر جا بخواید میتونید این رادیو رو بشنوید. فقط کافی است که اسمش هست IFT رادیو. یه اپلیکیشن داره، این اپلیکیشنش رو میتونید تو ایران هم اگه باشید، هر جا باشید، روی سلفون، آیفون، آیپد، هر چی بخواید دانلود نصبش کنید، بعد برنامه‌های رادیویشون رو گوش کنید. اینو از این بابت میگم که برنامه تلویزیونی ما را به صورت رادیویی و صوتی روزهای جمعه ساعت 9:30 شب به وقت ایران برای ایران هم پخش خواهند کرد. برنامه تلویزیونی که امشب ملاحظه میکنید و هر هفته در این ساعت میبینید، روزهای چهار شنبه ساعت 7 شب به وقت ایران هم تکرار و پخش میشه و اگر دوستان در ایران بخوان این برنامه را از طریق تلویزیون ببینن، میتونن روزهای چهار شنبه ساعت 7 شب این برنامه را از تلویزیون هم ببینند. خبر و نکته و مطلب دیگری برای این قسمت از برنامه نیست. میریم سراغ بخش دوم به برنامه امشب. در بخش دوم برنامه امشب هستیم، بخش سود و سرمایه با مطلبی به اسم ایران در آستانه. چندین هفته پیش راجع به اوضاع احوال ایران که صحبت می‌کردیم، به این نکته اشاره کردیم که این مذاکراتی که بین ایران و کشورهای غربی و در واقع بین ایران و آمریکا در جریان هست، نتیجه مذاکرات چه مثبت و چه منفی مسلماً تأثیرات بسیار عظیمی حداقل در زمینه اقتصادی تو ایران خواهد گذاشت. و ارزیابی ما این بود که اگر این اوضاع احوال و این مذاکرات به نتیجه نرسه و شکست بخوره، متاسفانه اوضاع احوال ایران خیلی خیلی بد خواهد شد، از نظر اقتصادی بدتر از اون چی که الان هست خواهد شد. و اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، به خاطر حجم عظیم سرمایه های خارجی که الان پشت در نشستن و منتظر این هستن که وارد ایران بشن و در ایران سرمایه گذاری کنن، برای حداقل یه 10 سالی یک رونق اقتصادی از نوع رونقهای اقتصادی که غرب تو کشورهای دیگه راه میندازه، مشابه اتفاقاتی که توی برزیل، آرژانتین، اندونزی، کره و و برای افتاده، تو ایران هم به وجود میاد. از اون وقت حال دوستان هی دائم دارن زنگ میزنن، چه از خارج چه از داخل ایران، که خب حالا چه کار کنیم، حالا چی بخریم، حالا چی بفروشیم، کی پولامونو ببریم ایران، کی بیاریم. از این صحبت ها، این نکته رو از این بابت دارم میگم که هر تحولی هم بخواد صورت بگیره، غیر از این که اگر این مذاکرات به شکست کشیده بشه، تنها چیزی که سریع خواهد بود این است که قیمت دلار تو ایران شروع میکنه بالا رفتن. اون سریعه، ولی بقیه داستان ها اینطوری نیست که یه شبه یا دو روزه یا یه هفته اتفاق بیفته. چه خوب و چه بد، زمان خواهد برد و در واقع یه شبه این اتفاقات نخواهد افتاد. نگرانی من بیشتر از زاویه مسائل سیاسی است تا اقتصادی. اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، چون در صورت شکست این مذاکرات، حتی اگر حمله نظامی مستقیمی هم به ایران صورت نگیره، ولی اتفاقاتی مشابه اون چه که در اوکراین صورت گرفت و شاهدش هستید، حتما در ایران صورت خواهد گرفت. یعنی تا دلتون بخواد میرن از این گروه های فاشیست و مزدور پیدا میکنن، به اسم آزادی خواه میفرستنشون ایران، هر شب هم تو تلویزیون ها باشون مصاحبه میکنن، یک بلبشو و جنگ داخلی و مکافاتی در ایران را خواهند داخت که بیا و ببین که متاسفانه مزدور و فاشیست هم در خارج برای انجام این نوع کارها کم نداریم. حالا ببینیم که چه خواهد شد. و اما
دولت روحانی که سر کار اومده یه سال و نیمی هست و اینها، از یه زاویه ای در بدترین شرایط ممکن قرار داره، از یه زاویه ای در بهترین شرایط ممکن قرار داره. از منظری که در بدترین شرایط ممکن قرار داره این است که در شرایطی سر کار اومده که 8 سال تمام دیگه بلا و مصیبتی نبوده که احمدی نژاد سر ایران نیاورده واقعا. یعنی ضربه هایی که اگر خونخوارترین دشمنان ایران هم سکان امور رو به دست می گرفتن غیر ممکن بود بتونن اینقدر از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، اقتصادی، منطقه‌ای و بین المللی به ایران واقعا ضربه بزنن. و اگر روزی روزگاری در آینده علنی بشه و فاش بشه که احمدی نژاد مزدور یک مؤسسه یا تشکیلات خارجی بوده، من شخصا هیچ تعجبی نخواهم کرد، چون بلا چند سال پیش که جورج بوش سر کار بود آمریکایی‌ها میگفتن اگر بن لادن هم میومد نمیتونست به اندازه جورج بوش با آمریکا ضربه بزنه. حالا اگر هر کدوم از خونخوارترین دشمنان ایران هم تصمیم میگرفتن به اندازه احمدی نژاد غیر ممکن بود که بتونن ایران رو متلاشی کنن. و احمدی نژاد جز کسانی بود که به راحتی میتونست شعار بده که آی بسمهی تعالی خوب گند زدیم تعالی، و واقعا در گند زدن و نابود کردن اقتصاد و جامعه ایران یکی از موفق ترین دشمنان ایران بوده. از این زاویه خب یه دولتی که اومده سر کار با این همه مصیبت و گرفتاری و بدبختی که مواجه هست به راحتی نمیتونه اوضاع رو درست کنه، و درست کردن این شرایط کار یک نفر و یک شب نیست و چندین یه دونه هم نه، چندین هرکول واقعا باید بیان تو وسط صحنه بتونن اوضاع احوال ایران رو یه سر و سامانی بهش بدن. از چه زاویه بهترین هست؟ از این زاویه بهترینه که موقعی که اوضاع تا این اندازه بد و خراب باشه، کوچکترین اقدام مثبتی هم که صورت بگیره به نظر بزرگ و خوب میاد، کما اینکه مثلا موفقیت هایی که در زمینه کاهش تورم داشتن خیلی خیلی به اصطلاح عامل بزرگ و مهمی داره در چشم مردم جلوه میکنه. و اما چون کار ما برگشتن به اقتصاد و مخصوصا بازار بورس و بازار سهام و بازارهای مالی هست، بیشتر سعی میکنیم صحبت رو روی این قسمت متمرکز کنیم. بازار سهام ایران در سال 1392، یعنی پارسال 2013 در واقع اگر غربیش بخوایم بگیم، یکی از بهترین رشد ها را داشت. یعنی در کل سال بازار بورس تهران 131% افزایش پیدا کرد که هم جز بهترین بازار سهام دنیا بود و هم در تاریخ بازار بورس و سهام در ایران هیچ وقت بازار بورس در یک سال اینقدر رشد نکرده بود. ولی امسال یعنی سال 1393 اوضاع به شدت بد شد تو بازار سهام. بازار سهام شروع کرده به پایین رفتن و حداقل تا حالا مثل که 21.2% رفته پایین، و فقط تو یه ماه، یعنی به غربیش بخوایم بگیم تو ماه دسامبر، در یه ماه نزدیک به 4% بازار سهام تهران سقوط کرد. علت اینکه این وضعیت پیش اومد چند تا دلیل داشت. یکی همین ناروشنی مذاکرات ایران با کشورهای غربی است که نمیدونن چی میشه، چه اتفاقی قراره بیفته، و هیچ چیز برای بازار سهام و بازارهای مالی بدتر از بلا تکلیفی نیست. یعنی حتی خبر بد و شرایط بد باز بهتره تا بلا تکلیف باشی و سردرگم باشی و ندونی چه اتفاقی قراره بیفته. چون به هر حال اوضاع خراب باشه و بد باشه، خب بر اساس اوضاع خراب و بد تصمیم گیری میکنی. ولی اگر ندونی داره چی میشه، اصلا تصمیم نمیتونی بگیری که بالاخره قراره چه کار بکنی، اینو بخری، بفروشی، بسازی، صادر کنی، نکنی، گیر میکنی باید چه کار کنی. این مسئله ناروشنی یه عامل مهمی بوده که به این وضع دامن زده. عامل بعدیش این بوده که بعد از سالها و برای اولین بار در ایران بهره‌ای که بانک‌ها میدن به سپرده های مردم بیشتر از تورم است. چون قبلا چون درصد بهره اصلا مهم نیست، یعنی اون چیزی که مهم هست این است که آیا بهره‌ای که آدم میگیره از تورمی که در کشور هست بیشتر است یا کمتره. اگر یک کشوری بیاد حتی به پولی که آدم توی بانک میذاره 50% هم بهره بده، ولی اگر مثلا تو اون کشور تورم 70% باشه، باز شما 20% آخر سال ضرر کردید. ولی اگر بیان فقط بهتون 2% بهره بدن ولی تورم تو اون کشور 1% باشه، باز هنوز آخر کار شما سود کردید. الان شرایطی که پیش اومده، بهره‌ای که بانک‌ها پرداخت می‌کنن از تورم بیشتر است، و این دو تا عامل
دست به دست هم دادن، دیگه شوق و ذوقی برای سرمایه‌گذاری تو بازار سهام ایجاد نکرده. به اضافه این که پایین رفتن قیمت نفت هم مسلماً تأثیر بسیار بسیار منفی داشته و مخصوصاً الان دولت خودش تو بودجه‌ای که برای سال آینده در نظر گرفته، سال 1394 که از یه ماه خورده دیگه شروع میشه، 21 مارس به تاریخ اینجا شروع میشه، گفته حتی اگر نفت بشکه 50 دلار باشه باز 15% کسری بودجه خواهد داشت. که هیچ معلوم نیست نفت بشکه 15 دلار ببخشید 50 دلار بمونه، ممکنه از اونم حتی کمتر بشه و به احتمال زیاد تو این شرایط مخصوصا اگر این مذاکرات بشه کس بکشه، چون اگر نکشه سرمایه‌های خارجی میرن، بالاخره رونقی پیدا میشه، مالیاتی میگیرن، شاید کسری بودجهشون اینقدر زیاد نشه، ولی اگر اونطوری باشه که کسری بودجه خیلی خیلی بیشتر خواهد شد در واقع. و اما در مورد خود بازار سهام ایران که این وضعیت براش پیش اومده، که دلایل دیگه‌اش این است که بیشتر از 50% کل سرمایه‌ای که در بازار سهام ایران وجود داره متعلق به شرکت‌ها و کمپانی‌هایی است که کالاهای جهانی تولید می‌کنند. کالاهای جهانی به کالاهایی میگن که در سطح جهانی خریدار داره، مثل نفت مثلا، مثل فرض کنیم سیمان، مثل فولاد، مثل آهن، مثل مس، چیزای این شکلی. و بعد یا اینا رو به اصطلاح می‌سازن صادر می‌کنن به کشورهای دیگه، یا میان تو بازار آزاد داخل ایران می‌فروشن. گرفتاری که پیدا شده این است که الان برای بازار کالاها کامودیتی مارکت در سطح جهانی داره ضربه میخوره پشت سر هم و قیمت‌ها دائم داره کاهش پیدا میکنه. شما در دنیا هم که نگاه بکنید، قیمت آهن، قیمت مس، قیمت فولاد، قیمت زغال سنگ، قیمت هر کالایی که روش انگوش بذارید تو چند سال گذشته دائما داشته پایین‌تر و پایین‌تر و پایین‌تر میرفته و همین هم مسلماً به اضافه این که ریال هم تقریباً تثبیت شده. یعنی اگر ریال ارزون‌تر میشد و ارزشش کمتر میشد، باز وضعیت صادراتی بهتر میشد، میتونستن کالاها رو ارزون‌تر بفروشن، شاید مقداری به کمکشون میومد. ولی خرابی بازار کالا کامودیتی مارکت به اضافه تثبیت نسبی ریال تو ایران، این دوتا باعث شده که به سود کمپانی هایی که گفتم اکثرشون در کار ساختن کالاهای بین المللی هستن ضربه بدی زده و سودشون رو در واقع در و داغون کرده و اینها. و اگر البته این اواخر تو ایران ریال 8% قیمتش رفت، با این که تو یک سال و نیم گذشته بیشترین کاهش بود که از خودش نشون داد، ولی اگر بخواد اوضاع بازار کامودیتی در دنیا همینطور به همین بادی باشه که چند سال گذشته بوده به بهتر نشه از یه طرف، و از طرف دیگه اگر ریال قیمتش نیاد پایین و تثبیت بشه همونجا بمونه، سود کمپانی ها کمتر میشه و ضربات بیشتری هم در آینده خواهند خورد. مسئله بعدی برمیگرده به مدیریت بازار سهام، منیجمنت بازار سهام در ایران. همینطور که در آمریکا میدونید یه تشکیلاتی هست به اسم SEC، Security Exchange Commission، در ایران هم یه تشکیلاتی داریم به اسم سازمان مبادله اوراق بهادار یا Security Exchange Organization، خارجی ها ترجمهش میکنن. در تقریبا بگیریم 9 سال گذشته جماعتی که داشتن این سازمان را اداره میکردن، این سازمان در ضمن بگم که یکی از بانفوذترین سازمان ها در بازار سرمایه هست در ایران، برای اینکه اولا مقررات و ضوابطی را که برای مؤسسات مالی تصویب میشه و تنظیم میشه توی ایران مسئول اجراش اینها هستن، و ثانیا مسئول نظارت بر مؤسسات مالی هم هست همین سازمان مبادله اوراق بهادار. توی 9 سال گذشته یه تیم از آدم‌های جوان مشغول اداره این سازمان بودن، ولی همین اواخر اومدن اون تیم رو عوض کردن. یک آدم 44 ساله‌ای به اسم فتانت الان رئیس این سازمان شده. این آقای فتانت از قرار معلوم درس خونده داخل هست، درس خونده خارج نیست، در زمینه مدیریت مالی هم درس خونده، با اینکه در زمینه بانکداری و بانک‌ها هم سابقه کار داره، ولی هیچ سابقه ای اصلاً در بازارهای سرمایه نداره. حالا کی پشت و پناهش بوده و پارتی بازی کرده گذاشته سر کار نمیدونیم. از اینجا هم روشن میشه که خود ایشون یه صحبتی کردن و گفته من از نفوذ خودم استفاده میکنم،
حالا کی پشتش کی هواش داره که آدم میتونه بگه من از نفوذ خودم استفاده میکنم نمیدونم، ولی گفته من از نفوذ خودم استفاده میکنم که اولا مقررات و ضوابطی را که برای مؤسسات مالی داریم تو ایران ساده تر بگیرم، آسون ترش کنم و بعضی هاشم حذف کنم، که به هر حال حذف این ضوابط و مقررات و صادر کردنش و تسهیل کردن اونها خودش میتونه به سوداوری کمپانی ها کمک کنه و اوضاعشون رو بهتر بکنه. توی یک سال و نیم گذشته که دولت روحانی اومده تو ایران سر کار، تورم در ایران که قبلا سالانه به صورت دولتی داریم گزارش میکنیم 40% بود، الان رفته زیر 20%. و بعد از 2 سال کامل در واقع که اقتصاد ایران هم دچار رکود بود هم تورم، یعنی هم همه چیز خابیده بود و در جا میزد و افت میکرد، از اون طرف هم همه چیز پشت سر هم گرون میشد، در بهار و تابستان امسال، یعنی از اول به اصطلاح فروردین بگیریم تا آخر مرداد میشه دیگه بهار و تابستان، اقتصاد تو ایران به طور متوسط 4% رشد میکنه. یه اطلاعاتی بانک مرکزی ایران منتشر کرده و نشون میده که مثلا پارسال سال 1392 تو 6 ماهه اول سال، یعنی از اول فروردین تا آخر شهریور که اینجا میشه 21 مارچ تا تقریبا 21 سپتامبر، اقتصاد ایران 2.4% افت کرده بوده، پایین رفته بوده، رشد منفی داشته، رشد در واقع نداشته، افت داشته. ولی در 6 ماهه اول امسال اقتصاد ایران به طور متوسط 4% رشد مثبت داشته، رشد داشته در واقع. بخش خدمات در ایران به تنهایی 2.5% شروع کرده به رشد کردن. بنابراین 2 سال تمام یا 8 کوارتر پشت سر هم اقتصاد ایران داشته افت میکرده و پایین میرفته و منفی میشده، ولی امسال همین سال 1393 که درش هستیم، آخرش هستیم، توی بهار یعنی فروردین و اردیبهشت و خرداد به تاریخ اینجا از 21 مارچ تا 21 جون اقتصاد ایران 4.4% رشد میکنه، توی تابستون که تیر و مرداد و شهریور بشن و به تاریخ اینجا بشه 21 جون تا 21 سپتامبر اقتصاد ایران 3.7% رشد میکنه، به طور متوسط دو تاشو با هم جمع کنیم یه رشد اقتصاد 4% تو این فاصله توی ایران داشتیم. تورم هم که گفتم قبلا در دوران احمدی نژاد سالی 40% بود، امسال تا ماه سپتامبر یا تا ماه شهریور ایران که بودیم نسبت به شهریور پارسال تورم یه چیزی نزدیک 14.5% بود، ولی هی که میایم جلوتر مهر و آبان و اینا که اومدیم جلوتر تورم هی بیشتر شد، به طوری که تا الان تقریبا تورم به حوالی 17% رسیده توی ایران. بانک مرکزی ایران ادعا کرده که کوشش میکنه سال آینده، سال 1394 که از یه ماه و خورده دیگه شروع میشه، تورم تو ایران بشه زیر 15% و سال آینده سال 1395 یا 2016 تورم گفته تلاش خواهیم کرد که 1 رقمی بشه، یعنی بشه زیر 10%، 9% اون طرفا. در مورد بیکاری تو ایران، بیکاری در ایران هم به شیوه آمریکا محاسبش میکنن، یعنی همه آدمایی که بیکار هستن بیکار محسوب نمیشن. تو آمریکا اگر کسی فقط 1 ساعت در هفته کار کنه و 20 دلار بگیره اون آدم جز بیکارا محسوب نمیشه. تو ایران هم شیوه محاسبه بیکاری همین است و به همین دلیل آمار رسمی بیکاری در ایران 10.5% که مسلماً آمار واقعی نیست و آمار واقعی بیکاری حداقل باید 2 برابر این باشه. در مورد کاهش قیمت نفت یه اثر منفی دیگری هم که داره غیر از این که کسر بودجه درست میکنه این است که چون قسمت عمده درآمد دولت از طریق نفت تامین میشه، موقعی که پول نفت کم بشه اون وقت تأثیر میذاره، پروژه های عمرانی و کارهایی که دولت میخواست بکنه نمیتونه انجام بده، متوقف میشه، نصف نیمه کاره میمونه و همون متاسفانه میتونه مسئله بیکاری رو در ایران بدتر و بدتر و بدتر بکنه. از نظر کل بازار سهام که گفتیم چه اتفاقی براش افتاده، از نظر سکتورها و بخش های مختلف اگه بخوام نگاه کنیم، بیشترین ضربه رو بخش صنایع اتومبیل سازی اون سکتور خورده که تقریبا تا اینجا نزدیک به 10.5% به تنهایی اون سکتور کاهش پیدا کرده. از نظر کمپانی های فردی که بگیریم، این کمپانی ها مثلا بدترین بودن، بیشترین کاهش داشتن تو بازار سهام. مثلا کمپانی شرکت فرآوری ایران رو در نظر بگیرید، سهامش نزدیک 11% 10.8% افت کرده.
شرکت تکسران 10.9% سهامش اومده پایین. شرکت پرژین کامرس تجارت ایران، تجارت فارس 11.5% سهامش اومده پایین. شرکت فولاد امیرکبیر تقریبا 12%، 11.9% سهامش افت کرده اومده پایین. و شرکت المراد بیشتر از 14.5% سهامش کاهش پیدا کرده. اینها بیشترین کاهش را به صورت کمپانی های فردی داشتن، به صورت بخش و سکتور بیشترین کاهش را صنایع اتومبیل سازی تو ایران داشته. رو همین اساس است که با این وضعیتی که الان یه تصویر کلی و مختصری از اوضاع احوال اقتصاد ایران دادم دستتون، این مذاکراتی که بین ایران و کشورهای غربی یا به طور خیلی خیلی واقعی بین ایران و آمریکا در واقع در جریان هست، بقیه نخودی هن، اونا مهم نیست چی میگن چی نمیگن، اصل داستان بین ایران و آمریکاست. بستگی داره این مذاکرات به کجا میرسه و نتیجه همین مذاکرات هست که به نظر من ایران را در آستانه یک تحول مهم اقتصادی حداقل قرار داده، که اگر این مذاکرات به نتیجه برسه اوضاع احوال به طرف مثبت خواهد رفت. اگر شکست بخوره اولین اثراتش این خواهد بود که گفتم بلافاصله قیمت دلار تو ایران میره بالا، بعد دردسرهای سیاسی درست میشه و گرفتاری‌های اقتصادی. نکته‌ای که هست به نظر من، علارغم اینکه در جلوی صحنه همه دارن صحبت از مذاکرات هسته‌ای و اتمی میکنن، ولی حدس قوی من بر این است که این مذاکرات سر مسائل هسته‌ای نیست، سر شرایط ورود سرمایه خارجی به ایران هست. برای اینکه این سرمایه های خارجی که میخوان برن ایران، اینا نمیخوان پاشن برن ایران سر پل تجریش بلال یا چغال بادوم بفروشن. اینها قراره برن در صنایع بزرگ، در صنایع مالی، در صنایع معادن و و و تو امثال اینها سرمایه گذاری کنن. و همونطور که قبلا گفتم اکثر صنایع مهم در ایران الان زیر دست سپاه هست. قرارگاه خاتم الانبیا که دست سپاه پاسداران هست، تقریبا یا تحقیقا میتونم بگم که تمامی پروژه های نون و آبدار اقتصادی رو در واقع قبضه کردن دست خودشونه. و اگر این سرمایه خارجی بخواد بره ایران، اینها هم این تسلطی رو که بر اقتصاد دارن از دست میدن اولا، و ثانیا به دلایل فنی، تکنولوژیک و حجم سرمایه قابلیت رقابت با سرمایه خارجی ندارن. رو همین اساس هست که میبینید، مطمئن باشید این نغمه هایی که از سپاه میاد بیرون، گاه گاهی میان مخالفت میکنن و حرف میزنن و نمایندشون مثلا میبینید توی کیهان اون سگ هار معروف حسین شریعت مداری دائم داره به همه حمله میکنه، دقیقا به همین دلیل هست. ولی آیا دولت روحانی موفق میشه که واقعا زورش اینقدر بچربه که بتونه سپاه رو متقاعد کنه که به این اقداماتی که قرار صورت بگیره تن بده یا نه؟ اینو مذاکرات چند روز آینده روشن خواهد کرد. چند روز آینده که منظورم یه ماه و خورده آینده، بالاخره تکلیف قطعی به نظر من تا ماه مارچ روشن خواهد شد و از اونجا میتونیم بفهمیم که بالاخره آیا به جای میره، چون ضرب العجل و ددلاین قطعی توی جون هست. منتها به نظر من تکلیف واقعی روشن داستان تا ماه مارچ، تا همون عید خودمون روشن میشه. از اونجا به بعد اون وقت میتونیم بفهمیم که تحولات و اقتصاد ایران به کدام طرف خواهد رفت. اگر بدشانسی بیاریم و این مذاکرات به نتیجه نرسه، اون وقت دیگه هیچ گونه انتقال پولی به ایران کار درستی نیست. هیچ، حتی بهتر است اگه چیزی دارید زودتر هم از ایران خارج کنید، چون دردسر زیاد درست خواهد شد. ولی اگر این مذاکرات به نتیجه برسند، همونطور که قبلا عرض کردم، به احتمال خیلی خیلی زیاد، اونم البته نه اینکه فرداش یا پس فرداش، مدتی طول میکشه تا اوضاع رو ریل بیفته و شروع کنه به حرکت کردن، ولی برای حداقل 10 سالی یکی از درخشانترین مراکز سرمایه‌گذاری در دنیا ایران خواهد بود، که طبیعی است ما تمام این تحولات رو زیر نظر داریم و برای تهیه و تنظیم پورتفولیوهایی که داریم از این تحولات غافل نخواهیم موند. هیچ، دائم زیر ذره‌بین قرارش میدیم و ازش حتماً استفاده خواهیم کرد. مثل همیشه یادآوری میکنم که دفتر نبض بازارهای مالی تمامی خدمات مالی و اقتصادی را در زیر یک سقف عرضه میکنه. اگر مایلید که با لیست این خدمات آشنا بشید، میتونید به سایت ما سر بزنید. آدرس سایت ما همون که صفحه روی صفحه تلویزیون سطر اول میبینید، pofmnetwork.com. pofmnetwork.com. POFM یادتون بمونه، پالس آف فینانشال مارکتس اف، POFMnetwork.com. اونجا که برید ما نوشتیم سرویسز، اونجا را اگه کلیک کنید میتونید با لیست کامل این خدمات آشنا بشید.
اگر حوصله این کار دارید. اگر حوصله‌شو ندارید میتونید روزهای هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر با تلفن دفتر ما تماس بگیرید. تلفن دفتر ما هستش 310-407-5300 310-407-5300. و با اینکه خودم از تکرارش واقعا خسته شدم ولی چون هنوز دوستان رعایت نمی کنن یا یادشون میره نمیدونم داستان چیست، بازم یادآوری میکنم لطفاً اگر روزهای تعطیل زنگ زدید، ساعت غیر اداری زنگ زدید یا ساعتی زنگ زدید که ما به هر حال تو اون لحظه نتونستیم باهاتون صحبت کنید، خواستید پیغام بذارید، حتماً با صدای بلند، واضح و شمرده شماره تلفنتون رو حتی المقدور به دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر کنید و مخصوصاً بگید از چه کشوری زنگ میزنید، از چه ایالتی زنگ میزنید، از چه شهری زنگ میزنید تا در پاسخ به شما وقت رو تنظیم کنیم. بر تقدیر اگر 48 ساعت یا دو روز از زمانی که پیغام میذارید گذشت و از طرف ما جوابی نشدیدید، بدونید که کمکاری از طرف شما صورت گرفته و اطلاعات کافی به ما ندادید. در ضمن ایمیل جدید ما هم همینطور که میدونید خیلی ساده تر شده. آدرس ایمیل جدید ما هستش info@pofmnetwork.com info@pofmnetwork.com که اگر سوالی، طرحی، پرسشی راجع به این برنامه دارید از طریق ایمیل میتونید با همون مطرح کنید. فقط یادتون نره که ایمیل برای نامه‌های 50 صفحه‌ای و مذاکرات 60 صفحه‌ای نیست. یکی نخواد از اونجا بشینه نمیدونم ما از پشت با ایمیل براش برنامه‌ریزی مالی بکنیم یا راجع به چیزی نظر بدیم. برای سوال‌های خیلی کوتاه و فوری و فوتی اگر دارید از طریق این ایمیل میتونید مطرح کنید و به نوبت به ایمیلاتون حتما جواب خواهیم داد. خبر و مطلب دیگری هم برای این قسمت نداریم، میریم سراغ بخش پایانی برنامه امشب. در بخش پایانی برنامه امشب هستیم، بخش کلام آخر و آخرین کلام. و همینطور که هم از برنامه امشب و هم از بقیه برنامه‌هایی که ما داشتیم حتما استنباط کردید، ما فقط مرکز توجه و تمرکزمون بازارهای آمریکا نیستند، بلکه تمامی بازارهای دنیا را، چه در کانادا، چه در اروپا، چه در آسیا، چه در خاورمیانه، چه در آفریقا، دائما زیر نظر داریم. 24 ساعت همه تحولات این بازارها و کشورها را تک به تک دنبال می‌کنیم برای اینکه می‌خوایم بهترین، خوبترین و سودآورترین‌ها را پیدا کنیم. در امر سرمایه‌گذاری یه چیزی که یاد بگیرید، نه عاشق بازار مشخصی بشید، نه عاشق کمپانی معینی بشید، نه عاشق منطقه مشخصی بشید. عاشق اون کمپانی و اون منطقه و اون کشور و اون بازاری بشید که بتونه سلامت سرمایه شما را تأمین کنه، بتونه سود به بار بیاره و بتونه رشد سرمایه‌تون رو براتون تضمین کنه. حالا یه وقت ممکن است این بازار آمریکا تو آمریکا باشه، میری تو آمریکا. یه وقت ممکنه تو سنگاپور باشه، میری تو سنگاپور. یه وقت ممکنه چین باشه، چین. یه وقت ممکنه مصر باشه، میرید مصر. هر جا که باشه میرید اونجا. و برای اینکه بتونید این کارو بکنید، لازمش این است که اطلاعات بین‌المللی دقیق و تحقیقاتی راجع به همه بازارهای دنیا داشته باشید و این از تخصص‌های ویژه و منحصر به فرد دفتر نبض بازارهای مالی است که تمامی بازارهای بین‌المللی و از جمله بازار ایران را زیر نظر داره و به موقع و تحت شرایط از همه اونها، تحت شرایط معین و مشخصی از همه اونها استفاده خواهد کرد. بازم یادآوری می‌کنم که اگر به نوع مطالب و مباحثی که در این برنامه مطرح میشه علاقمند هستید، منتهای مراتب مایلید که به جای هفته یک بار هر روز هفته در جریان این نوع مذاکرات، این نوع مباحثات و این نوع اخبار و تجزیه و تحلیل ها قرار بگیرید، میتونید رادیوی اینترنتی نبض بازارهای مالی، اولین و تنها رادیوی مستقل فارسی زبان ویژه مسائل اقتصادی و مالی را در سایت ما مشترک بشید. آدرس سایت هم که دارید pofmnetwork.com، اونجا اگر برید رادیو رجستریشن هست، اونجا ثبت نام میکنید، بهتون یوزرنیم و پسورد میدن و اون وقت هر روز
دوشنبه تا جمعه همه روزهایی که بازارهای مالی بازن ما برنامه پخش میکنیم و این برنامه ها را بشنوید و مجبورم نیستید که ساعت معین و مشخصی پای کامپیوترتون بشینید، چون که برنامه ها اونجا هست، هر ساعتی که با وقت و برنامه و زندگیتون جور در میاد میتونید برید و این برنامه ها را بشنوید. اولا، دوم این که به آرشیو چندین ساله گذشته این رادیو هم به راحتی دسترسی خواهید داشت که همه اونها را هر کدومو که مایل باشید بتونید گوش کنید، و سوم این که مطالب و موضوعات و مباحثی که در رادیو مطرح میشه به طور انحصاری برای شنوندگان رادیو است، چون این رادیو جنبه سابسکریپشن داره، جنبه اشتراکی داره، و طبیعتاً موضوعاتی که اونجا مطرح میشه فقط و فقط ویژه و منحصر به فرد شنوندگان رادیوس و در جای دیگری اونها مطرح نخواهد شد. دفتر نبض بازارهای مالی پورتفولیوهای مختلفی داره. گرچه راجع به پورتفولیوها ما چند بار اینجا صحبت کردیم، ولی اونها تنها پورتفولیوهای به اصطلاح دفتر نبض بازارهای مالی نیستن. ما در زمینهای مختلف و متفاوتی دائما مشغول تحقیق و بررسی و نگرش هستیم که ببینیم کجا چیز خوب پیدا میکنیم. ما دائم مثلا کمپانی های بایوتکنولوژی رو زیر نظر داریم، ببینیم کدومشون اختراع تازه‌ای دارن میکنن، محصول تازه‌ای دارن به بازار میارن، وضعیت داروها یا ابزارها، مدیکال دیوایسی که ساختن پلو FDA در کدام مرحله است، کدومشون ممکنه تصویب بشه، امید بهش داشته باشیم. در زمینه کمپانی های دارویی همین کار رو میکنیم، در زمینه کمپانی های تکنولوژی همین کار رو میکنیم، و و و و در همه زمینه ها. منتها برای آشنایی باهاشون همونطور که گفتم چند تا پورتفولیوست که اینها بلا استثناء و همه برای کسانی که قصد سرمایه گذاری دارن، قصد اینوستمنت دارن، قصد این دارن که دست به کاری بزنن که 5 سال بعد، 8 سال بعد، 10 سال بعد، زمانی که برای هدف معینی سرمایه گذاری کردن، با آرامش خاطر، با خیال راحت بدونن که حتما به خواست خودشون میرسن. کمپانی مخصوص رویالتی کمپانی همون از این دست هست، کمپانی که بهشون میگیم رویال به اصطلاح فور ایور، برای همیشه، از این دست هست. کمپانی اون پورتفولیوی موسوم به گلدن پورتفولیومون در همین ردیف هست. پورتفولیوی که مخصوص درآمدهای ثابت یا فیکس اینکام داریم به همین شکل هست، و و و یه پورتفولیوی هم داریم که البته قبلا گفتم، بازم میگم، اون برای کسانی است که شرایط اقتصادیشون ایجاب بکنه، اونم سپیکولیتی پورتفولیومون یا پورتفولیوی سوداگرانه ما هست، که البته در اونجا اینو به این دلیل میگم مخصوص کسانی است که شرایط اقتصادیشون ایجاب بکنه، چون سپیکولیشن بنا به ذات خودش ریسکش از حد متعارف بالاتره، ولی سودی هم که میتونه به بار بیاره از حد متعارف بسیار 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 بیشتر خواهد بود. به هر حال انواع و اقسام پورتفولیوهای مختلف در تمام زمینه‌های موجود در دست ما هستن. دائم اینا رو مطالعه میکنیم، دائم اینا رو بالا پایین میکنیم بر حسب شرایط، و بستگی داره که بخواید چه کار بکنید. آیا میخواید برای دوران بازنشستگیتون کار کنید؟ آیا میخواید برای آینده فرزندانتون برنامه ریزی کنید؟ آیا قصد دارید به اصطلاح درآمد ثابت داشته باشید؟ آیا میخواید به اصطلاح فشار مالیات رو خودتون کمتر کنید؟ و و و انواع و اقسام پورتفولیوها طوری تهیه و تنظیم شده که البته ضمن پرسش‌ها و سوال و جوابی که با کلاینت‌های خودمون خواهیم کرد، اون وقت تصمیم می‌گیریم که کدومش یا مجموعه از اینها یا ترکیبی از چیزهای متنوع و مختلف رو در واقع در اختیارشون بذاریم و بهشون معرفی کنیم تا بتونن بهترین بهره را از این راه ببرن. به هر حال برای آشنایی با این پورتفولیوها روزهای هفته، دوشنبه تا جمعه، از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، با تلفن 310-407-5300 310-407-5300 میتونید با ما تماس بگیرید. وقت برنامه امشبمون تموم شد. تا هفته آینده و برنامه و دیدار دیگر، شب و روز و روزگاران به همه شما خوش. نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی.